عرصه کربلا کفت چو طغیان گره ظلم جهان گیر شد نقطه ایمان گرفت گلبن گلزار دید خزان شد از باد کین خار ستم سر به سر دامن بستان گرفت فغان لب تشنگان گذشت از کهکشان حضرت عباس را سکینه دامان گرفت گفت تو سقای آب ما همه در پیچ و تاب نتوان یک جرعه آب ز بحر طفلان گرفت عباس با حال زار کشیدش اندر کنار غبار غم از رخه آن گل پژمان گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا مشاه انوار المحبة العلبية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله القرشية الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأصلح أمره وأنجز وعده وأتمم نوره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فبلغه إلى أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة
ولعنة الله على أعاديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وعلى كل من شك في كفر أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ای دل داغدار من، صحنه کربلای تو، هر نفسم شراره‌ای زاتش خیمه‌های تو. یوسف کربلای من، شهید نینوای من، از چه برهنه ای چه شد پیروهن و ردا تو. یوسف کربلای من، شهید نینوای من، از چه برهنه ای چه شد پیراهن و ردای تو. میوه قلب مادرم چنین نبود باورم که بین دشمنان تو گریه کنم برای تو. حسین من حسین، های بارک الله، حسین من ماه بخون خضاب من، همیشه آفتاب من، از چه به خاک خفته ای چشم من است جای تو. حسین من نیزه شکسته ها همه دور تو گرم زمزمه، نیزه شکسته ها همه دور تو گرم زمزمه، مونده هنوز در گلو ذکر خدا خدای تو. حسین من حسین، بهر زیارت تنت
آمدم به قتلگاه، فروم به دیدن رأس ز تن جدای تو. حسین من، حسین من، زائر پیکر تو هم، همسفر سر تو هم، همراه نیزه دارها میدوم از قفای تو. حسین من، حسین من، ضیاء هر دو عین من. تقدیم به محضر مبارک حضرت سید الشهدا ارواح نافدا و شهدای کربلا و اسرای آل محمد اجماعا صلواتی مرحمت کنید. عرضه داشتیم در بالای ذریح مقدس حسین صلوات الله علیه چند تا دونه آیه دور تا دور ذریح مطهر حک شده. من در سفری که کربلا داشتم مشغول زیارت عاشورا بودم و در حین ذکر لعن و سلام نگاه میکردم ذریح مقدس رو، اون آیات و اون روایاتی که دور ذریح ثبت رو مطالعه میکردم و توضیح دادم در دو روز قبل که ثبت این آیات بر دور ذریح مطهر خب اینا طراحی میکنن، میگردن تو دل آیات، اونجا آیه‌ای که میخوان بلای ذریح بنویسن باید تناسبی داشته باشه به حرم امام حسین و کربلای حسین. اصلا بختم برد از حسن انتخاب. حالا اون ذریحی که الان بر بالای قبر مطهر حسین هست، این چند سال سابقه شو من یادم نیست، نمیدونم 100 ساله 150 ساله بعد از قصه وهابیت، حدود 80 و خورده ای سال از جریان نزدیک 90 سال از واقعه تخریب بقیع میگذره. خب در همون ایام هم بعد حمله کردن کربلای معلا و ذریح مقدس رو شکستند و وهابیا، و با چوب صندوق مطهر امام حسین قهوه درست کردن خوردن و در کربلا کشتار وسیعی کردن. آیا این ذریح بعد همون ذریح یا نه، اینا رو دیگه برید تحقیق کنه آدم. ولیکن اون چی که مسلمه این ذرایح مقدسه رو که میخوان بسازن خب با کارشناسی علما، مشورت بزرگان. من وقتی به این آیه تأمل کردم اصلا ملاحظه کردم اصلا آیه مبارکه به قدری منطبق با جریان عاشورای امام حسینه و حسن اتفاق این آیه در این بالای سر مقدس امام صلوات الله علیه، اصلا عجیب بختم برد. مدتی متحیر بودم که اصلا این آیه تمام واقعه عاشورا از صدر تا ساقه رو تو همین یه آیه خدای تعالی مطرح کرده. امام حسین و عاشورای امام حسین و کربلای امام حسین از ابعاد و زوایای متعدد قابل تحلیل و بررسیه. ما این روزا هر روز یه نکته ای رو اشاره کردیم، البته هر نکته ای که مطرح میشه خودش از امهات مباحث معارف عاشوراست و میطلبه که هر اون یک نکته ای که مطرح میشه به تفصیل دربارش انسان وارد بحث بشه. ما به عنوان فهرستوار که مجلسمون معطر و منور بشه به نام مقدس حسین و معارف حسینی و الا اینا، وقت واسع میخواد و تحقیق عمیق میخواد و یک انسان پژوهشگر ملای مسلطی میخواد که مسلط بر معارف قرآنی و روایات باشه تا این نکات دقیقه رو استخراج و استنباط بکنه و اینا رو ارائه بده که امهات معارف دین در بحث عاشورا مطرحه. مکرر در مکرر توضیح دادم من و این نکته رو تکرارش کردم به قصه عاشورا و واقعه عاشورا و مقتل امام حسین از منظر تاریخ محض نباید ملاحظه کرد. یک مقتل تاریخ با سبقه خاص ایمانی عقیدتی ما تلفیق شده، تأثیر میذاره.
از ابعاد مختلف، یعنی باید در متن عاشورا حیات اصول و فروع دین باید احیا بشه و این نیاز به بحث عمیق و مطالعات دقیق داره. مصائب امام حسین، آلام و گرفتاری هایی که بر حسین ابن علی وارد شده، این از تو دل آیات استخراج میشه در میاد. یه وقتی من توضیح دادم این نکته رو، اصلا امام حسین در روز عاشورا با حرکتش، با سکونش، با گریهش، با میدون رفتنش، با موعظه‌اش، با برخوردش با اصحاب، با برخوردش با دشمن، تمامش تفسیر عملی قرآنه. در نوع انتخاب آیات، وقتی یک کسی به من گفته بود که شما که میگی امام حسین همه چیز عاشورا از قرآن استخراج میشه، علی اصغر کجای قرآنه؟ گفتم که خب امام حسین خودش معرفی کرده. و کجا؟ گفتم وقتی تیر سه شعبه به حلقوم طفل رضیع حضرتش زدن، یه تعبیر ظریفی کرده امام، فرمودن خدایا این طفل رضیع من پیش تو از ناقه صالح کمتر نمی باشد. گران نمی ده امام حسین. و از این معلوم میشه که گوشاتون رو با کنید، به عنوان یه بچه شیرخوره یه عادی اگر کسی به طفل رضیع امام حسین نگاه کنه، این نقص در ایمان داره در معارف عاشورا، این نابالغه، این غیر رشیده. کسی رو که در روایات از او تعبیر شده در فرمایش نبی اکرم که اومد خدمت زین العابدین صلوات الله علیه، عرض کرد ابن رسول الله یه حاجتی داشتم، مدتها ترسل میکردم برآورده نمیشد، دیشب جدتون خاتم انبیا رو خواب دیدم. به من فرمودن برای اون گرفتاری خواستت توسل کن به دم المظلوم. ولی به من نفرمودن دم مظلوم یعنی چی. شما امام چهارم من بفرمایید مراد از این دم مظلوم کیه و چیه؟ پیغمبر تو خواب یارو گفته توسل کن به دم مظلوم، یا ابن رسول الله شما بفرمایید دم مظلوم کیه که باید به او توسل کنه؟ فرمود مگه از علی اصغر ما مظلوم ترم هست؟ خب کسی رو که پیغمبر او رو به عنوان دم مظلوم به عنوان باب الحوائج معرفی میکنه که برو از این بگیر، این بشه عادیه؟ کسی که امام حسین صلوات الله علیه از او تعبیر میکنه به ناقه صالح، که ناقه صالح کیه؟ صالح کیه؟ از انبیاز. ناقه او چه نقشی در هدایت بشر داره؟ همه اتون میدونین حضرت صالح یک پیغمبریست که سن 16 سالگی به نبوت رسیده، قومش زیر بارش نمیرفتن. بیانیه ای که خدا به این پیغمبر عظیم و شأن داده که در موارد متعددی قصه صالح و قوم ثمود مطرحه در قرآن دیگه. گفتن که معجزه داری؟ بله دارم. چیه معجزه؟ از دل کوه صالح نبی دعا کرده، کوه صخره سنگ دل کوه شکاف برداشته، از دل کوه ناقه سرخ رنگ با ویژگی های خاصی که گفته شده از دل کوه در آمده، یه ماده شتر و یه بچه شتر با بچهش. و قرآن وقتی عجیبه، واقعا قرآن عجیبه، و عاشورا رو باید در متن قرآن جستجو کرد. بعد قرآن راجع به ویژگی های ناقه حضرت صالح که میخواد توضیح بده، یکی از ویژگی هاش این است که حضرت صالح فرمودن این شتر چون شطور ناقه الله اضافه به خدا شده. قرآن میگه دیگه ناقه الله و سقیاها. بعد وقتی شد ناقه الله، ویژگی های خاص خدایی داره، یعنی چیزهایی درش هست که در سایر ناقه ها و امثال خودش نیزه مثل نداره. یکی از ویژگی هاش این است که لها شربون و لکم شربون یوم معلوم. قرآن یک روز آب کل منطقه رو بادی بخوره. یعنی چی؟ یعنی گوشاتون رو واکنید، معادل رزق بهرگیری از آبی که یک روز کل اون مردم اون منطقه باید از خدا طلب فیض کنند از ناحیه آب خوردن، این سهم اینه. یعنی هر چی خدا آب فیض خداست، مخلوقاتی که بناست معادل ظرفیت
پذیرش تقبل فیض. مردم یه منطقه از نهایی آب که یکی از آثار رحمت پروردگاره میگیرن، یه روز اختصاص به این، یه روز به شما، این ظرفیت این حیوانه. بعد وقتی میزنن او رو پی میکنن، میگه اون کسی که ناقه صالح رو زده پی کرده، قرآن از او تعبیر میکنه به این که این شقیه. بعد میبینی امام حسین علیه السلام وقتی میخواد علی اصغرشو معرفی کنه، علی اصغرشو معرفی میکنه به ناقت الله، یعنی یکی از بینات الهیه در قصه عاشورای امام حسین، این طفل رضی امامی باشد. شعری داره شعرهای قدیم میخوندن، آن همه اصغر بودند و اکبر هم هستین، فلذا احتجت روایات داره حضرت صدیقه طاهره در روز قیامت وقتی اسباب شفاعت میاره، یکی از وسائل شفاعت کبرای حضرت صدیقه طاهره قنداقه این بچه شش ماه است. باید به من شما این اندازه رو فهم و معرفت در ما به وجود بیاره که با یک نگاه توأم با تعظیم و خضوع و خشوع و کرنش در مقابل این بچه شیر خورش اختی بنا شد علی اصغرش این باشه، قصه علی اکبرش که دیگه معلومه، دیگه ابوالفضل عباسش دیگه خب امام حسین که حرفشو نزد. در باره امام حسین کسی که حق سخن گفتن داره خداست، به خدا حرفشو زده در جاهای مختلف، با یک کلمه خلاص کرده، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که روایت از امام ششم فرمودن این نفس مطمئنه مخصوص حسین امامی باشد. یعنی چی؟ فلذا این معارف عاشورا رو توی این مجالس که وارد میشید خیلی سعی کنید تشنگیتون رو به معارف نشون بدید، گریه، عزاداری، سینه زنی، انواع شعائر، همه اینا سر جاش محفوظ، ولی همه اینا باید برای شما جذابیتی به وجود بیاره که خود صاحب شعیره رو بشناسید. این حسین کیه که انقدر براش قوقا میشه؟ از جمله مباحثی که باید در قصه عاشورا از متن قرآن استفاده کرد همین دو سه تا آیه‌ایه که از آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون للذين لم يلحقوا بهم. تا میرسه به این آیه که امروز اشاره کردن، ما یکی از اشتباهاتمون این است که در بهره‌گیری از قرآن گاهی وقتا استبداد در رأی نشون میدیم، متاسفانه مکرر در مکرر در زیارات ائمه معصومین رفتیم، ایستادیم، محاضی قبور مقدسه اونها عرضه داشتیم، السلام علیک یا شریک القرآن. این نباید فقط در قالب یک لفظ باشد و در عرض یک زیارتی بگیم و از در حسینیه یا در حرم بیایم بیرون تمام بشه. یعنی باید معتقد باشیم که ائمه معصومین شرکای قرآنند، ادل قرآنن به تعبیر نبی اکرم، علی مترجم قرآنه، قرآن بی علی معنا نداره، معنا نمیشه. وقت این کلی قرآن و همچنین آیه به آیه از آیات قرآن، بی امیر المؤمنین کاربری نداره، بی امام حسین معنا نداره. برزا اون تعبیر مرحوم شیخ ششتری، شاید بعضی ها تصور کنن من یه وقتی خصائص حسینیه مرحوم شیخ جعفر اون قدیما یه نگاه اجمالی کرده بودم، بعد پیش‌داوری غلط کردم گفتم مرحوم شیخ جعفر منبری بوده، ما اهل منبر خب یه ذوقیاتی هم داریم، استنباطهای شخصی، متاسفانه دو مدها خیلی زیاده، مدهای جدید، حالا مدهای تربیت شده قدیمی نمراعات میکنن، چرندی به ذهنش میرسه بعد میگه که این مطلب ذوقیه. خب غلط میکنه، ذوق خودتو داخل میکنه در معارف دین، تو چه حقی داری ذوق خودتو داخل در معارف دین کنی؟ گاهی ممکنه در ما منبریان باشه، خصوص در بخش تفسیر آیات که منهی عن هم هست. پیغمبر اکرم فرمودن من فصل القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار،
حق نده در قرآن نظر بدی، ذوق خودتو اعمال بکنی، بر قرآن تحمیل کنی، جایز نیست. من یه وقتی تصور میکردم که مرحوم عاشق جعفر ششتری رحمت الله علیه به ملاحظه این که خب منبری معروف بوده، علم مجتهد مسلم، شاگرد شیخ انصاریه، خیلی ملاست، من تصورم اون قدیمایی بود که ایشون در این خصائص حسینیه یه مقداری ذوقی کار کرده. مثلا ایشون مقایسه کرده بین امام حسین و قرآن، قرآن چی داره امام حسین داره، بعد ثابت میکنه که اون یه چیزایی امام حسین داره که قرآن نداره، میاد موازنه میکنه بین الحسین و الحج، الحسین و الصلات، الحسین و یکی یکی. اون سابقا یه نگاه سطحی داشتن به الخصائص، یه ذره کم اعتنا بودن. یه سالی از اینکه محرم دنگم گره، گفتم اینو از اول تا آخر دقیق مطالعه کنم، یعنی به نتیجه قطعی یقینی وجدانی رسیدم که هر آنچه که مرحوم عاشق جعفر ششتری در کتاب الخصائص حسینیش مطرح کرده، یعنی ثابت کرده مو به مو هر خصیصه ای گفته مستند به روایات، و این کاشف از اون بلندای مقام علمی این شخصیته. ثابت میکنه که قرآن با همه ویژگیاش، مثلا یکی از ویژگی‌های قرآن این است که ننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن خودش میگه دیگه، و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین. آیه رو میاره دقیق بررسی میکنه، بعد میگه بیا ببینیم شفایی که در حسین هست بیش از قرآن هست، و ثابت میکنه که شفایی که در امام حسین هست بیش از شفا در قرآنه. بعد یکی یکی مصداق میده، اینکه پیغمبر فرمود علی خیر من القرآن، کتر حرف نزده ها، واقعا قرآن بی امیرالمومنین خاصیتی نداره. اون وقت بعضی از آیات در مقام تطبیق آیه با مصداق خارجیش در بعضی از سور و آیات اصلا گویی غیر از حسین ابن علی برای این آیه ای که خدا بر پیغمبر نازل کرده، غیر از حسین، اونم امام حسین در مستوای عاشورا و نهضت امام حسین، هیچ مصداق خارجی دیگه نمیشه برایش تصور کرد. از آیه 169 سوره مبارکه آل عمران من میخونم و ترجمه تحت لفظی میکنم، بعد شما بید وادی امام حسین تأمل کنید، تدبر کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پیروز راجع به این آیه بحث کردیم که اساساً اون حیاتی که شهدا و کشته شده های در راه خدا دارن، آیا اون حیات مراد حیات برزخیه که این مطلب مال عموم امواته بر اساس اعتقادات دینی ما؟ مؤمن وقتی از دنیا بره حیات برزخی داره، کافر هم حیات برزخی داره. اساساً بر اساس مبانی اعتقادی دینی ما بعد از مردن عالم برزخ است، من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. انسان در زندگی برزخی خودش حیات برزخی داره، شعور داره، درک داره. مرحوم عاشق عباس قمی، همین صاحب مفاتیح الجنان، خوش شخص بزرگی است این شخص، دو تا آزاده داشتن و هر دو اهل علم. اون پسر بزرگشون مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای محدث ساده، شخص ملا منبری خیلی متبهر، من منبرش هم دیده بودم قریبه 30 چند سال قبل. ایشان نقل میکرد، میفرمودن مرحوم پدرم عاشق عباس قمی که از دنیا رفت، هنوز 40 روز از فوت پدرم نگذشته بود، شبی مرحوم پدرم رو خواب دیدم. به من فرمودن که فلانی، من از فلان عالم فلان کتاب رو امانت گرفته بودم مطالعه کنم، بعد وقتی مطالعهش کردم خواستم ببرم به صاحب امانت کتاب را تحویل بدم، مجال نشد، مردم. این کتاب تو قفسه مثلا طبقه پنجم کتابخونه من، برداری کتاب را صاحبش تحویل بده. مرحوم حاج میرزعلی آقا میفرمودن من از خواب بیدار شدم، رفتم سر قفسه کتابخونه مرحوم پدرم، دیدم طبق آدرسی که پدرم تو خواب داده درست کتاب هست، لای کتاب این ورقه نوشته بود که این کتاب مال آقای فلانه. دقیق بودن در ادای مال مردم، امانت مردم، که اگه وقتی مرد ورثه بدونن که این کتاب مال فلانی مدیون نشه. بنده خود میفرمودن فردا کتابو برداشتم رفتم به سمت خانه اون عالمی که این کتاب مال او بود. تو مسیر راه که میرفتم هوا بارون میومد و زمینم مرطوب و تر بود. من آمدم از یه جوبی عبور کنم،
پامو که بلند کردم سکندری خوردم، خوردم زمین. کتاب امانی مردم از دست من ولو شد، بعضی از اوراق این کتاب گلی شد. من کتاب برداشتم با گوشه لباسم دستمالی تمیزش کردم، رفتم خانه اون آقا و عذرخواهی کردم و کتابو تحویل دادم. روز تو خیابون مرحوم میزلی های محدث زاده، پسر مرحوم آشقباس قمی، کتاب امانی دیگری رو داره میبره، بدون اختیار اتفاقی میخوره زمین، کتاب گلی میشه. آشقباس قمی تو نجف اشرف تو صحن مطهر امیرالمومنین اونجا دفنه. گفت شب بعد مرحوم پدرم رو خواب دیدم، دیدم تو عالم خواب داره با هم تغییر میکنه. علی آقا کتاب مردم رو بردی، چرا دقت نکردی کتاب امانی رو گلی کردی و بردی دادی؟ و قص الهازا فعلله و تفعلله، این که در آیه کریمه میگه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، مراد از این حیات در این آیه کریمه چیه؟ اگه همین حیات برزخی عمومی که همه مرده ها بعد از مردن دارن، این چرا ذکرش کرده خدا؟ پس باید مراد از این حیات و زندگی در این آیه کریمه یک نوع حیات خاصی باشه که شهدا در راه خدا دارن، آدمای عادی که میبینن اون قسم از حیات رو ندارن. پس معلوم میشه زندگی شهدا فی سبیل الله و زندگی آدمای عادی که به طور طبیعی میبینن در یک مستوا و در یک حد نیست. وقت این حقیقت و واقعیت رو وجود اقدس سید الشهدا علیه السلام تو زندگی دنیا به بشر عیناً نشون داده. اشاره کردم برات موضوع سخن گفتن سر مطهر امام حسین یا بدن بی سر امام حسین. مقاتل نوشته که وقتی روز 11 محرم اسرا رو حرکت دادن به سمت کوفه، از مستحبات اسلام این است که وقتی مسافر داره میره به سمت سفر، مستحب عرض میکنم اهل منزل این مسافرش نه که بدرقه میکنن از در خونه مسافر را میفته، مستحب اذان بگن پشت سر مسافر. اینی که مرحوم عاشق جعفر میگه امام حسین همه مستحبات و واجبات رو عمل کرد و عینیت خارجیش رو نشون داد که میشه مو به مو به همه احکام در همه شرایط عمل کرد، حرف کتره نیست. وقتی اسرا رو حرکت دادن به سمت کوفه، وقتی دیدن از مقتل و گودی قتلگاه حسین اون بدن بی سر داره اذان میگه، اذان گفت. یه نمونهش. نمونه دوم باز نوشتن زینب کبرا روز 11 آمد به سمت گودار، نوشتن انقدر بر بالای پیکر حسین نیزه شکسته، شمشیر شکسته. اینا رو باید با تأمل با تدبر، نیزه شکسته یعنی چه؟ شمشیر شکسته رو هزار بار شنیدی، میلیون بار شنیدی، تدبر نکردی این یعنی چه؟ شمشیر کی میشکنه؟ آهن. نیزه کی میشکنه؟ فکر کن کی میشکنه. وقتی شما شمشیر رو هی مکرر به جای انقدر بزنی تا بشکنه. این که میگه شمشیر شکسته یعنی یارو که میومد بالا سر امام حسین میزد، اینجور نبود که به یک زخم و دو زخمی که میزنه ارضا بشه. یک نکته ای رو بهش توجه کنید، واقعا بیاید احساس مسئولیت بکنید، کارشناس بشید در حد فهم خودتون. مثال من بزنم، مثلا گاهی پیش میاد که در یه خانه یه جریان قتلی واقع میشه، بعد همسایه‌ها مطلع میشن، بعد اطلاع داده میشه که در این خانه قتلی واقع شده. بلافاصله خب مأمورین دولت میان، افسران کارشناس اداره آگاهی میان، عامه مردم هم میریزن، یه جنازه این وسط کشته شده، آدم اینجا کشته شده.
گوشاتون رو وا کنید. توده مردم، مردم عادی وقتی میان جنایت رو میبینه، قتل رو میبینه، ولی نگاهش نگاه محققانه نیست. نگاه چیه؟ تأسف. آخه این کارش، این آخه آخه گفتنا مشکلی رو حل نمیکنه. فقط میشه افسوس صرف، اندوه صرف، حسرت خوردن صرف. اما اون افسر کارشناس اداره آگاهی که میاد، نگاه او با نگاه مردم عادی، او افسوس نمیخوره فعلا. او چی کار میکنه؟ او میاد بررسی دقیق میکنه، اطراف جنازه رو کاملا وارسی میکنه که از مثلا تعداد جرح و زخمی که بر این کشته وارد شده، او دنبال این که انگیزه جنایت رو اول کشف بکنه تا بتونه رده پای قاتل رو بزنه، قاتل رو تحویل قانون بده. درسته یا نه؟ اما آدم عادی که نگاه میکنه اینا رو توجه نداره، این فقط عواطفش گل کرده، پوخش گریه میکنه، ترحم میکنه، ترحیم میکنه، اسف میخوره. گوشاتون رو وا کنید. ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام که به ما دستور فرمودن این گونه مجالس سر پا کنیم، اگرچه گفتن گریه کنید، ندبه کنید، صرخه بزنید، لطمه بزنید، اینا یکی دوتا نیست، یکی دوتا ستا چارتا، بیش از 50 حدیث، بیش از 50 حدیث که از این 50 تا حدیث میشه آدم ادعا بکنه که شاید 4/5 روایات معتبره موثقه صحیح میباشد. از مثل جعفر صادق و محمد ابن علی الباقر، مثل امام رضا، مثل حضرت موسی کاظم، از ائمه ما روایات به این مضامین، اونم در کتب معتبره اصحاب، نه کتابای عادی. الا مثل الحسین فلیبک الباکون، نمیگه الا الحسین فلیبک الباکون، الا حسین که هر کی مثل حسینه باید براش خودتو بکشی، اگه به حسین برسه یعنی چی؟ چجوری حرف بزنن ائمه؟ الا مثل الحسین فلتلتمس صدور، بر مثل حسین باید به سینه ها لطمه بزنید. الا مثل الحسین فلتخمش الوجوه، مقابل چشم حضرت سجاد و مقابل چشم امام باقر 4 ساله معصوم حجت خدا، این زن و بچه سیحه می زدن و صورت می خراشیدن و مو می کندن، امام 4 نمی فرمودن اینا مکروه نکن. نفرمودن این کارا رو نکنید. یعنی مصداق بارز جزع و فزع بر مصائب حسین ابن علی رو پیش از این که ائمه دستور بدن من و شما بکنیم، خود اهل بیت مو به مو اجرا کردن. امام زین العابدین واکنه دستای امام سجاد به گردنش بسته است، پا زیر شکم شطور با حالت اسارت. وقتی از کنار قتلگاه داشتن عبور میدادن، حضرت زینب مشغول بودن به گریه بالین پیکر برادرشون، یهو نگاه کردن تو صورت حضرت سجاد، دیدن امام سجاد داره جان میده. ول کرد بدن برادرشون حسینو، رفتن آویز کردن خودشونو به حضرت سجاد، فرمودن مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت المازین. یعنی وقتی به امام سجاد حضرت زینب گفت چرا انقدر بیتابی میکنی، داری با جان خودت بازی میکنی، آی بقیت المازین، حضرت نفرمودن برای که بابامو کشتن، فرمودن عمه جان آخه من نگاه میکنم این نامردا بدن بابا و عموها و برادرهای منو اینجوری برهنه و عریان رو زمین گذاشتن، بر اینش زین العابدین داره قالب تهی میکنه. حالا باید لخشیم؟ حالا چه باید لخشیم؟ لخش شدن من شب تو مجلس عزا چه از... خیلی اثر داره. یکم فکر کن این باید فرهنگی شیعه هست. میگه حالا که اینجوریه، ما بچه شیعه هم دیگه نمیخوام لباس به تنمون باشه. اگه حسین ما رو اینجوری کردید، اون وقت اینه که در 14 قرن از معبر عاشورای حسین،
بچه شیعه به تعلیم اهل بیت لخ میشن بر حسین سینه میزن. ببین چقدر ریشه داره تو جای تعظیم شاعر حسین. عیناً جنگ است با دشمنان اهل بیت، با سینه زدن داری میجنگی. تمام موجودات در ازای مصیبت حسین و کربلای حسین مسئولیت به دوشون آمده. همه موجودات، حیوانات مسئولیت دارن، نباتات روایات بردارید بخونید، درخت واکنش نشون داده. یه برو فردا همین امشب پرواز بگی برو تهران، پس فردا صبح برو قزوین، قزوین بعدش منطقه زن زراواد قزوین، یعنی فردا شب یک شب عاشورا هست، اگه بتونی خودتو برسونی به زراواد، منطقه زراواد قزوین، از محالات قزوینه، استان قزوین، یه منطقه زن زراواد خودتو اونجا برسون، از سحر فردا شب شب عاشورا یه درخت چناریست درست از دم دمدمه سحر، از شاخه و برگ و تنه و ساقه این درخت شروع میکنه خون ریزش میکنه. استادی در مشهد ما داریم به نام آیت الله آقای اسد مهدی خلخالی، به من میفرمودن یه سالی ما نجف اشرف اول ماه محرم اختلاف شده بود میفرمودن در نجف اشرف دمان مرجعیت آیت الله از مای حکیم که ما طلبه بودیم، میفرمودن که رؤسای اشایر عراق آمدن نجف اشرف شب عاشورا، آمدن خانه مرحوم آیت الله عظمای حکیم، فرمودن من اونجا حاضر بودم. اینا رو کردن به آیت الله عظمای حکیم، گفتن آقا شما نائب امام زمانی، مرجع تقلیدی، ما اول ما اختلاف شده، فردا به قول ما میخوایم عزاداری کنیم، دلچسبمون نیست دو به شک بشیم آیا عاشورا هست یا نیست، شما که نائب امامی یا لا تکلیف ما روشن کن بگو عاشورا هست یا نیست. چی بگه؟ کشکی که نمیتونه بگه فردا عاشوراست که، ایشون هم که ماه ندیده بود که، متحیر. اینا هم گفت عربا رؤسای اشاعره هم گیر داده بودن که یا باید تکلیف ما روشن کنید و خونه میریم بیرون، نگه عوامی. آیت الله خلخالی فرمودن من اونجا نشسته بودم، آقای حکیم تو فکر بودن، خلق الله نشسته بودن که جواب بگیرن، ایشون متحیر. این عالم زنده است، بعد از دهه عاشورا این مدرسه آیت الله خوئیشون درس خارج میگه، بدید بگید فلانی از قولتو نقل کرد. میفهمیدم من اونجا نشسته بودم خدمت مرحوم آیت الله حکیم، میگه متحیر که آیا عاشورا هست عاشورا نیست. یه وقت دیدیم از سقف منزل آیت الله عظمای حکیم قطرات خون شروع کرد ریختن از سقف خون. فرمودن مرحوم آقای حکیم که نگاه کرد، فرمودن یکی بره طبقه، بره بالا پشت بوم ببینه اون بالا مثلا احتمال آدم میده دیگه، فرض کنید که گوسفندی سر بریدن تشت خون، احتمالات اقلاییش اینه دیگه، از سقف داره خون میشه که، ببینه اون بالا تشت خونی ریخته شده، خونی چیزی هست که بگیم مثلا به طور طبیعی نفوذ کرده از سقف، چی که کرده مخصوصا فرستن فحص. رفتن گفتن هیچ خبری بالا پشت بوم نید. دن آقای حکیم شروع کرد گریه کردن، گفت آه حسین ها امشب شب عاشورا. خب وقتی بنا بشه برای حفظ آثار حسین، وظیفه مورخ ثبت وقایع تاریخیه، وظیفه من گوینده نقل این وقایع بر اساس تحلیل و تحقیق صحیحش بیام نقل کنم تو بفهمی چه اتفاقاتی رخ داده. وظیفه تو چیه؟ بله؟ وظیفه شما مردم عادی چیه؟ وظیفه شما این است که وقتی به شما میگن آقا بدن حسین برهنه شده، سینه‌اش زیر سم اسب رفته، تو هم وظیفه داری دیگه. وظیفه تو هم اینه که به یه شکلی اینو ثبتش کنی، نسل به نسل به نسل بعدی منتقل کنی. وظیفه تو اینه که محرم که میشه تو مجالس امام حسین بدناتون رو برهنه کنید، به سر و سینه بکوبید، بگید آی بدن حسین ما رو برهنه کردن. یعنی روز عاشورا اون اسبها که بر پیکر حسین ساختن، قرآن زیر سم اسبهای دشمنان حسین رفته است. این هر نه فقط شیعه باید لخش سینه بزنه، تمام ملیون دنیا باید بر قربت قرآن، بر قربت اسلام باید سینه بزنه، عزاداری کنه. هر کی نمی کنه کمکاری کرده. به شهادت زین العابدین زینب کبری، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه،
این زینب شماست. این زینبی که همه فقها و مراجع باید کاسلیسیه در خانه این زینبو بکنن، این وقتی قصه حسین مطرح شد علل خدود لا تمادت میزن. دیگه منتظر کی هستی؟ که فلان آقا سینه زد یا نزد، میخواد بزنه میخواد نزنه، اگه بزنه برای خودش شرف پیدا کرده. یکی از فضلا اخیراً برای من گفت از قم، گفت آیت الله از مای وحید، از فضلاست، از قم آمدون، گفت آیت وحید فرمودن امسال وعاظ خطبا منبری هایی که تو مجالس میرن اهل علم مخصوصا در حضور دیگران امامهاتون رو بردارید لخشید سینه بزنید. روح شاد مرحوم آیت الله اشرف عبدالحسین واعظ زاده خراسانی سالیان سال بالای همین منبر مردم رو گریوندی و رفتی زیر خاک. مرحوم اشرف عبدالحسین مجتهد مسلم فقیه به من میفرمودن من دیدم نجات قطعی در نوکری امام حسین، ملای مجتهد، در اینی که فقیه بود افتخار میکرد منبر میرفت. ایشان میفرمودن از قول مرحوم آیت الله عظمای خویی استادشون میفرمودن آی خویی از قول مرحوم آمیزه هادی خراسانی کربلا از ملا ها و منبری های معروف قول اون نقل میکرد که روز عاشورا وقتی علی اکبر به زمین افتاد امام حسین اومد بالین سر علی اکبر، زینب کبرا فرصت نکرد چادر به سر کنه بیاد میاد بی چادر از خیمه زد بیرون به سر میکوف هی فریاد میزد وا اخیا و ابن اخیا. ایشان میفرمودن از قول آی خویی اما این ناموس خداست، این زینب علیه. این از شدت اضطراب و اضطرار دید جان حسینش در معرض خطره، او فکر نجات امام زمانشه، فرصت نکرده چادر به سر کنه. میفرمودن آی خویی از قول اون میرزای خراسانی فرموده بودن که یک حله نوری قامت زینب علی رو پوشانه که دشمن اون رو نبینه. اینه که فرمود کل الجزع والفزع مکروه ما خل الجزع والفزع علی الحسین. این شب و روزا دائم سرخه داشته باش، سرخط مختص به مجلس نباید باشه، اون خیابون که میری زمزمه داشته باش حسین تو رو برهنه کرده. اون چه که صحیحه در سن مبارکشون 28 ساله است در کربلا، یک پسر بچه ایم دارن حضرت علی اکبر به نام حسن ابن علی ابن الحسین 5 سالشه. این آزاده 5 سالم در کربلا کشته شده است، تو دامن حسین سر از پیکرش جدا شده است. بنابراین نقل علی ابن الحسین هم ابو شهید است، هم خود شهیده، هم ابن شهیده، یعنی هم پدر شهیده، هم فرزند شهیده، هم خود شهید. رتبه و جایگاهش نه، وقتی جوان 28 ساله از اون آقازاده هایی که در حالات علی اکبر نوشتن به قدری مراقبت از حسین میکرد که به قول ما عصای دم دست با حسین بود، همه کار برای امام حسین کردی. نمیشنن شب عاشورا حضرت فرمودن هر کی میخواد بره بره، این بار به دوش من حسین است، والله ما دهنمون میچاد راجع به علی اکبر حرف بزنیم. عاشورا یک وزنه سنگینیه که اون 72 نفر یا اون 145 نفر به اضافه 84 زن و بچه اسیر به مجموعهشون باید کمک بکنن این بار عاشورا برداشته بشه.
درست؟ شب عاشورای امام حسین تصفیه کرد، فرمود اصحاب من همه تون برید، بیعتمو برداشتم. و عباس گفت تو هم برو، زهیر تو هم برو، بره تو هم برو، هر کی میخواد. بعدم فرمود هر کدوم میخوام بنیم یه دست زن و چی من هم میدید برید، همه برید. امام کتر حرف نمیزنه، فرمود فقط یک نفر حق رفتن ندارد با من بماند. کی؟ اونم علی اکبر. یعنی چی؟ این نمیرسونه که اگه همتون برین من و علی اکبر دو نفری عاشورا را ثبت خواهیم کرد. یعنی من و علی اکبر جهادمون تو یک کفه ترازو، جهاد و اسارت شما اصحاب و بنی هاشم و اسرا زعماتتون همه در یک کفه ترازو. این مقام علی اکبر است، سینه مقدس حسین. هر ملک تیر شعبه زد، فجرت دم کل میزاب، مثل ناودون خون فواره میزد. امام باقر فرمودن پدرم حسین فمتلع کفاه من الدم، دوتا کف مبارکشون حضرت میگرفتن زیر این سوراخ سینه، خونها رو به آسمان میپاشید. امام قسم یاد کرده فرمود فوالله لن یرجع منها قطرتون، به خدا سوگند این خونی که حسین به سمت آسمان پرتاب کرد یک قطرش به زمین برنگشت. کجا رفت؟ حرف داره. روایات میگه فتسابقت الملائکت، و ملائکه دیدی بالا سر عروس وقتی میارن شواش میکنن، میریزن شواش، بچه ها جمع میشن، نقل و شکلات و اسکناس و پول. وقتی خون حسین به سمت آسمان پاشیده شد، ملائکه سبقت میگه، در خون علی اصغر ملائکه سبقت کردن. گوشاتون رو وا کنید، سه تا خون، خون علی اصغر، خون حنجره علی اکبر و خون سینه حسین. وقت طول باید تقسیمش کردن. حضرت باقر فرمودن خون علی اصغر رو که پدرم حسین به سمت آسمان پاشید، ملائکه مسابقه میدادن که از این خون ببرن بالا. علی اکبرم ملائکه سبقت کردن، اما خون خود حسین رو در حدیث داره پیغمبر خدا جمع‌آوری کرده برده تحویل خدا داده. عاشورا خیلی حرف داره. وقت این خون حسین همه جا قسم نخوری یا رضا، اگه خواستی بگی به دم الحسین بعد بگو اجل ولی کل فرام. لا اله الا الله. علی اکبر اجازه گرفت بره میدون. شیخ جعفر ششتری می نویسد احب ناس نزد حسین، اگه ازت پرسیدن محبوب ترین افراد پیش دل حسین کیه، بدونی که او علی اکبر. خب به چه دلیل؟ قرآن. خب برای خاطری که هر کی اومد امام حسین اجازه نداد، ناز کرد، نمیفرستاد میدون. اما همچی که علی اکبر آمد گفت بابا اجازه میدی، فرمود معطل نکن برو. ولیکن حضرت به علی اکبر وداع اصحاب به بنی هاشم هر کدوم شکل خاصی داره، گفتم مجال نیست اینا رو یکی یکی تحلیل کنی. حضرت به علی اکبر فرمودن تو برو داخل خیمه زنها با محرمات خداحافظی کن. بقیه رو داخل خیمه نمی آمدن، لباس جنگ می پوشیدن می آمدن بیرون خیمه از بنی هاشم. یا اهل الحرم علیکن من السلام می رفتن. خصوص علی اکبر حساب دیگری دارد. فرمود برو. نوشتن وقتی وارد خیمه شد کجا؟ علی اکبر کجا؟ ریختن زنها و حرم محرمات دور علی اکبر گرد. میرزا رفی می نویسد یکی آستینشو می کشه یه دومنشو گرفت. گاهی وقتا دیدی یه دعوایی میشه، جوونه غیرتش گل میکنه میخواد بره بزن بهادر دفاع کنه از باباش، زنا میترسن این آسیب ببینه، مادر میگیره، خواهر میگیره. مشتن ریختن دوره علی اکبر.
این میکشه اون میکشه، دیدن داد میزنن علی اکبر ارحم قربتنا. آقا جان به قربت ناطرم. خب توی جنگ دعوای عادی نیست، خب به مناسبت جنگ غضبش هم باید متناسب با جنگ بشه دیگه، معلومه دیگه کسی که از صبح نگاه کرده اصحاب آخه این نامردا حسینو فوشش دادن. این جوون باقیلت اگه جلوش به پدرش فوش بدن چقدر از این خب این چقدر الان غضب داره، چقدر حس انتقام دارش هست که برای خدا از ولی خدا دفاع کنه، معلومه دیگه اون غضب اون تعصبی که بر پدر عزیزش داره. حالا زن و بچه هم جلوشو گرفتن، این میگه نرو اون میگه نرو، خب قاعدتا باید چیکار کنه؟ تغییر کنه دیگه، بلم کنید به قول ما از کوره در بره. اما این علی امام حسین گفته خلقن و خلقن. خلق پیغمبر چی بوده؟ نارسلنا که رحمتن للعالمین. علی اکبر گریه میکنه، خود میخوره، هی نوازش میکنه، خواهرشو تو آغوش گرفته، خواهر جون آبجی جون مگه نمیبینی نامردا به بابام فوش میده؟ مگه میشه نرم میدون از این بابای غریب دفاع؟ کاری میکرد این زن و بچه رو ساکت کنه که از تو این گره زنها بیاد بیرون، اجازهش نمیدادن. امام حسین دیدن دیر کرد، اومد داخل خیمه فرمود رها کنید پسرم را. نوشتن دست علی اکبر رو گرفت بلندش کرد، پسر جان پشو برو پشو برو. بعضی نوشتن و نقل کردن حالا امام گفته ول کنید بذارید بره این جوانو، گرفتاری براش درست نکنید، بذارید راحت بشه بره. بعضی نوشتن سکینه علیها سلام الله، آمد گفت حالا که بناس بری پس اجازه بده من یه بار دیگه گیسوهای داداشم و خودم شاده بذاره. فاطمه بنت الحسین و من به چشمای داداش علی اکبرم سرمه بگشم، عواطفش به جوش اومده، این داره میره سفر، اونم سفر کربلا و آخره، دلش میخواد این دم آخریه اون اوج عاطفه رو خرج علی اکبر کنه. حسین از در خیمه بیرونش خورد، گاه علی اکبر، گاهی وقتا زن و بچه رو از دست علی اکبر، از دست زن و بچه خلاص شد، حالا گرفتار دل خود حسین. این چی نقل میکنه؟ بشتن وقتی از خیمه زنها علی اکبر رو رهاش کرد گفت بنایه بسرم حالا یه چند قدم جلو چش خود من راه برو کم تموم شد کنه. حالا وقتی نگاه میکنه باید نگاهش نگاه کیف باشه دیگه، امام صادق فرمود کیف میکنه قد و بالا و علی اکبر. اما مقتل به جایی که بگه امام حسین نگاهش نگاه کیف باشه نوشتن فن نظر الیه نظر آیست، یک نگاه ناامیدی که قد و بالای علی اکبرش نگاه میده. احمی ایالات ابی امزی علا دین النبی، امزی علا دین النبی. علی اکبر تو لجج ثابت که دین پیغمبر دین حسین می باشد، دین پیغمبر حمایت از حرم حسین می باشد. ببین اینم لججش، شروع کرد جنگید و جنگید و پشته ها ساخت از کشته. بعد حالا این جوونی که اونجا بابا براش انگور بهشتی احضار میکنه برمیگرده ابتا الاتش رو قد قتل. حرف به حرف مقتل معارف دین رو داره تبیین میکنه. الاتش رو قد قتلنی، اتش منو کشته. گوش کن یک جمله بفهم، وقت تا خونه می سوزی و ثقل الحدید اجهدنی، باید عبارات رو بفهمی که چی داره میگه. معمولا که معنا میکنن میگن یعنی سنگینی لباس رسم، نه
یک مرد جنگی از سنگینی زره نمیاد پیش باباش بناله. این ثقل الحدید یک معنای ظریفی داره، اونو باید بفهمی، اون وقت میسوزی. ببین آقا، گاهی وقتا فرض کنید که شما یک لباس آهنی میپوشی، درست؟ کلاه آهنی به سرته، گاهی وقتا ضربه میخوره این کلاه خود مثلا یا این زره ضربه خورده پاره میشه، اون وقت اون لباس آهنی که پاره بشه اون تیزی های آهن تو بدن داره اینه میگه بنی بابا بس که زخم بهم زدن، این لباس جوشن پاره پاره شده، این تیزی های آهن اذیتم میکنه، اینه که نمیتونی معالجه کنی. حالا اگه ممکنه آبی به من بده. خب نمیدونه آب نیست، چرا؟ پس چرا پدر رو به خجالت میندازی؟ نه، میخواد بفهمونه این حسین ولی الله هست، این حسین بی اذن خدا کار نمیکنه، این همونیه که شب قبلش آب به معجزه ظاهر کرده، اما جایی که اراده ولی خدا اختزا میکنه که مطیع خاص خدا تو این روز برای ما آتش را مقرر کرده، ما تسلیمیم. امام حسینی که میتونه از هر پنجش آب بریزه، برگشت گفت بنیه بیا هات لسانک، بیا بیا زبون تو بذار تو زبون من. گاهی وقتا دیدی ناخودآگاه دستت میخوره به بخاری داغ، چطور جیزت در میاد میکشی عقب. نوشتن امام فرمودن بنیه پسرم بیا زبون تو بذار تو زبون من، یه زبون من از تو خوشتره. نوشتن علی اکبر به مجردی که نوک زبونش خورد به زبون حسین، مثل که زبون به بخاری خورده، از شدت حرارتی که بر بدن حسین ولی خدا بود زود زبونش رو کشید که بابا من رفتم خدا رفت. امامم در براش دست به دعا برداشت که پسرم امیدوارم که صبحت به شب نرسه مگر اینکه خاتم الانبیا سیرابت کرد. حالا پیغمبر کی سیرابش کرد؟ وابلا دوباره حمله کرد، لختی رو به خاک انداخت. منقذ ابن مره ادویست عمر سعد پلید بهش گفت منقذ ببین چی کار داری میکنه، تمام لشکر رو به هم ریخت. خیلی خوب علاجش میکنن، از روبرو که نتونستن بهاش مساف کنن، نابرد از پشت کمین کرد در پرش اسب در کل و فر علی اکبر، یک ضربت به فرق علی اکبر داد تا ابرو شکافتش. کلاخود دریده شد، فرق شکافته شد، پیکرش انداخت بالای گردن اسب، دستا رو عبور تو گردن اسب که خودشو نگه داره نیفته به زمین بریزن بالاش. نام مرکبش عقابه. فرمود حیوان منو ببر به سمت خیمه ها، خونم داره میریزه. خون سر علی اکبر جلو چشم این حیوانو گرفت، راه رو عوضی رفت. مرادی پسر سعد گفت بیاید حالا علی اکبرشو آرایش کنید.